تو خونه باشه مامور میزنه، مامور میزنه تو نمیزنه. نه اینجور هم نیست، نه به این راحتی نمیتونه بره رو پشتمونش، به این راحتی نمیتونه بره رو پشتمونش. آقا همون تهرون من یادم و موقع دیشا رو جمع میکردم همه جا میرفتم، شمال شهر شهر میرفتم. والی تو شیراز دیگه نمی کنه مامور، همین الان هم ایجاش بره این کارا اینایی که بچه شیرازن بیان بالا یکیش. نه من دارم از تهرون صحبت میکنم، همون تو تهرون هم منطقه شمال شهرش هم میریختن تو تهرون الان جمع میکردن. من نمیدونم ولی حرف درسته، حرف تو کلیتش درسته. مثلا سر بحث حجاب نمیرن بالا شهر گیر بدن، چون اونی که تو بالا شهر داره زندگی میکنه زد و بند داره، دو تا سوال میپرسه از طرف کجایی فلان اصلا زدو بند داره، پول دست بهترین وکیل سریع میگیره، سریع بابا رو محکوم هم میکنه. یه گروبانی هست؟ نه وکیل هم نمیگیره کاکو، دو تا تماس میگیره، یه همون گروبانه که به دخترش فوش داده، یه دفعه برده سه روز بعدش یه سی روز بعدش یه نامه براش میاد، مأموریت بهش دادن برو پاوه، انتقالی بدادیم برو پاوه کردستان. آفرین. میدونی اینجوریه و واقعا این کارا رو میکنن. بله یارو پول خرج میکنه، میگه آقا من اصلا 20 میلیون دیدم از این مادر قبه بدم میاد، اینو بفرستید یه جایی که چولش پاره شه. آقا اینو من با چشم خودم دیدم، یه آدمی عرق خورد رفت تو مغازه یکی که ما میشناختیمش، عرق خورد و رفت تو این مغازه و جرش شد با مغازدارو، مغازدارو من میشناختم، جرشون شد سر هیچی. آقا پسرم که مغازه بود با این زد و خورد کردن، یه دوتا مشتی زد، یه دوتا مشتی کار به صد ده و ای بر بر کشید، بردنشون فرداش هم بردنشون دادگاه. مگو یه اینا فرد مگو من تو جلو قاضی باشه بودم، من شاکی بودم، من مغازم با اون عرق خورده، من تو مغازم ریخته به هم باشدم. بعد یه او یکی اومد در گوش قاضی رو دیدیم یه مشتی با کچلوار اومد در گوش قاضی چیزی گفت رفت، ولی گوش کن. بعد یه دفعه دیدم قاضی رو بگم گفت غلط کردی که تو مغازه در بادی کشیدی، اصلا دیدم ای وای برق برگشت. بعد فهمیدیم که یکی از شورای شهری های تو مجلس هست، تو شورای شهر شیراز، او هم بچهش بوده که عرق خورد. دقیقا اون قشر از جامعه که زد و بند داره اون قشر. برام کی گفته آمریکا داغونه؟ الناز من گفتم آمریکا باید کار کنی همش و کار کنی. خب من 13 سالگی که آمریکا بودم شغل داشتم، 1-2-3 تا شغل داشتم، تا الانش که دانشجو هستم. آینده داری عوضش اینا میاد تو آمریکا باید کار کنی. شاید مثلا یه قشری از مردم رو هزار تا چیز مختلف که گورنمنت زندگی میکنن که اونا رو من حساب نمیکنم جزء anyway. ولی خب آمریکا همه دوره و دوستای من تو دانشگاه کار میکردن، باباشون مثلا چه میدونم پولدارترین آدم دنیا. الان تو مشکل داری با قضیه، الان مشکل داری با قضیه کار کردن تو آمریکا؟ نه میگم تو ایران مثلا دوستای همسن من که همسط من بودن، با من یه دبیرستان رفتن، با من یه من یه لول بلند شدن، تو ایران کار نمیکنه. الان ماشین باباش ماشینش گذاشته زیر پاش قشنگ میگرده. داشتم تعریف ایرانو میکردم، فقط هم نظریه خودمو میگفتم. تعریف نداری این ضعف که نه اونایی داشتم بس... اینا رو یعنی چیزایی رو که تعریف نه یعنی خوبی گفتن، یعنی آداش بل... شهر میدادی اکس بس... آره شهر میداد بس اوقشری از که ایشون اوقشری از که من میرم پایین دوستانو خان بیان بالا تشکر باشه کاکو باشه برو سلام اوقشری از که الناس خانم بهشون سلام علیک داره و رفت و اومد داره. از یه باب راست میگه، من سهرنگ رفیقم بود 7:30 که باید صبحگاه مشترک و پیاده میکرد، میدیدم اومده توی خونه مجردی بود، من یه اتاق داشتم، اونا هم خودمشون یکی اتاق داشت، میدیدم پوتینش دم داره، گفتم برم سهرنگ تو پادگاه نباید باشه. صبحگاه بود افسر سپردم اومدم. بعد یکیش کارمند چیز بود منابع طبیعی بود مدیر کدام من نمیدونم پیجش مهدی رد بعد میدیدم آقا ساعت 9 نشده تمام مدیر مسئولای بعض از ایراد اینجا و جمعا دارن شیره میکشن. سلام علیکم درود بکن. بعد خب مملکت اون همینجور عقب افتاده. بعد قشری که ایشون باهاش سر کار داره، خب قشر مرفعی هستن، بابا 2 ساعت میره تو کارخونه باباش، 2 ساعت میره تو فلان کار، شد شد نشد مایه دارم ماشین آخه خود زاده بودی اصلا
اصلا اسنس جامعه آمریکا رو کاره. بچهای بیگیت هم کار میکنن. زنه 60 ساله تو بیمارستان داشت میگفت خانم دکتر من عمل با اینکه این هفته کردم کی برگردم سر کار، من میخوام برم سر کار. زنه 60 ساله که عمل کرده و 10 تای دیگه اونجا فرهنگش کاره. خب من دارم اینو میگم، میگم اینا اینجوری هستن، اونا اونجوری هستن، هیچ بدی و خوبی هست هیچ کدوم نگفت. بچه ها یه جوری چیز گرفتن. من الناس خانم یه لحظه به من اجازه میدید؟ ببخشید. نه، اجازه نمیدید. خواهش میکنم. اگه خواهش کنم چی؟ اجازه نمیدید. ممنون. بیشتر خواهش کن. چت مجددا خواهش میکنم. ببخشید الناس خانم، من به عنوان یه کسی که فکر میکنم هم سن و سال خودتون هستم، فکر میکنم حدوداً از داخل ایران اومدم خدمتتون، یه مطلبی رو بهتون بگم. شما اونجا سه جا کار میکنی، دمت گرم، یه دختری، درود به شرفت، خدا به پشت کار بده، انشالله روز به روز قوی تر شید. اما این 252 نفر اگر 100 نفرشون از ایران باشن، یه جزئی هستن از یه کل. اینا مثل من، منم مثل اینا، ماها دبیر کنوانسیون ژنو نیستیم که 7 و 11 دقیقه تو این لایویم. 4 صبح هم این لایو باشه ما هستیم، 8 شب هم باشه هستیم، 3 بعد از ظهرم باشه هستیم. چرا؟ چون بیکاریم. کار نیست که بریم انجام بدیم، بیمه نیست، بیمه درمانی نداریم، حقوق اجتماعی اولیه نداریم. الان شما داری میگی ملت توی ایران خوشن. اوکی، من میخوام شب دست جی افم رو بگیرم، دست دوست دخترم رو بگیرم، بلنشم برم کلاب، بلنشم برم بار، بلنشم برم دیسکو. میتونم؟ به من نشون بده. شاید ایران خوبه و من نمیفهمم. من هرچی که دارم و ندارم میفروشم، دوتا کلیم هم بهت میدم، جا تو با من عوض کن. میکنی این کارو؟ در واقع جا تو عوض کن یعنی پاسپورت تو عوض کن، یعنی پاسپورت تو با من عوض کن. آقا مهدی سمبولیک داری میگه. شما در روز از کربلا اومدی، شما در روز از کربلا اومدی، درست؟ تو فرهنگ شیعه کربلا رفته، خوب پاریس طرف. من نمیخوام جسارت فارس کنم، من نگفتم ایران جای خوبیه که الان، من از اولش گفتم سوال پیش نمیومد، چون کربلا فرهنگ فقه شیعیه، اون از نوع ولایت فقیه کلاپو ممنوع میکنه، کلاپو ممنوع کرده. سال 57 رأی دادین که کلاپ نمیخون، سال 57 رأی دادین که ما دیسکو نمیخون، ما زنامون با چادر بره سرش. سال 57 اشتباهی رو کردیم. حالا اگر کلاپ میخون، اگر این مسائل رو میخونیم، خدا پیر پیغمبر تو دلمون به ساعت حکومتی که خودش رو نقاب دینی زده به خودش میکشیم، آبروش رو میبریم میاریمش پایین، کلاپمون برمیگرده. قبر خمینی رو میکنیم بزرگترین کلاپ خاور. آقای زاده حالا یه لحظه به من اجازه بدید. من هر جای خودش، من جای شما نبودم، من نمیتونم صبح تا شب جای مور اینجا هم باشه، سینه امام حسین بزنم، بعد دیسکو هم طلب کنم، جور نیست. یا مصاحبه میاد آقای زارعی، یه لحظه به من اجازه بدید. آقای زارعی، اینا هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. دین نگفته، این مادر قبا گفته. دین نگفته، این هرمزاده ها گفته. برداشت این هرمزاده ها از دینه. کاکو جونی، برداشت این هرمزاده ها از دینه. تو دو امارات هم دین دارن. قرآن گفته. بابا تو همون کربلاش کلاب دارن. یه قبر حسین ابن علیه. ندارن؟ آقا من نمیدونم، من نرفتم که داری یا نداری. آقای از چیز دارم میپرسم؟ از آقای مهدی دارم میپرسم. تو کربلا کلاب ندارن؟ تو کربلا کلاب ندارن، ولی منطقه‌ای دارن که پوشش آزاد باشه، ولی تو بغداد کلاب دارن، تو بصره دارن و و و و و جاهای دیگه. من یه خاطر حرمت مذهبی رو بذار. دقیقاً. صحبت‌های خمینی رو بذار که گری کردیم براش. صحبت‌های خمینی رو بذار. من نگفت بهمون جمع میکنم همشون. بله اگر بله. نگفت ما نمیخوایم این چیزا. چرا مردم حرف؟ حالا آخه حالا چرا ربطی داره به این بحث؟ ربطشی هست که یه بوم و دعوا نمیتونیم باشی. آقای زا دعوا نمیتونیم باشی. اجازه بدید شما یه لحظه یاد آهنگ نخواستم. آقا یه مسیری بنبست بهمون گفتن بنبست، ولی رفتیم. الان با هزینه‌شو بدیم برگردیم. ما آقا الان بس این خانومه. الان بس الناسه. نه بس جامعه همونه، چه ربطی به الناس داری؟ من بهتون میگم، من از اول لایف کافوی همشهریاتو میبینی خیلی جیر میکشی.
یه ثانیه. آقا حجمه نه یه بردیم داریم صحبت. من بلیت کردم حجمه رو برده باشم. من فقط به عنوان یه جوون اومدم یه صحبتی رو با این خانم. من گوه خوردم حجمه رو برده باشم. چند من نظارت به شما نمی کنم. کسایی که کامنت دارن آقای بهرامی، آقای ایکس، آقای ایگرگ، میگم حکومت اسلامی رو خواستین. من نخواستم حکومت اسلامی. آقا منو بهرامی ببخشید، منو بهرامی و گوشک و کاکو، منو بهرامی ببخشید بچه ها، من از جانب شما میگم، منو بهرامی و مهدی رد و قمپوز و ایکس و وای و لورا اینا به فلون ننمون خنده ده باشید که این حکومت رو خواسته باشید. من باشید نمیخوام. کسی نگفت شما خواستین، ولی همین آقای مهدی رد 6 ماه پیش، 1 سال پیش، ببین ما نمیتونیم یه بومود و هوا باشیم. همه الان سینه حسینی میزنه. کسی که سینه حسینی میزنه نمیتونه. آخه نمیدونی کاکو جریان خوب. آقای زبانی اجازه بدید. من رفیق سلام علیک دارم، قدمشم رو سرم، ولی میگم من نمیتونم سینه حسینی بزنم، علم حسینی بگیرم دست بعد تقاضایی کلاب بکنم. حالا یه لحظه اجازه میدید. یه لحظه به من اجازه میدید آقای زارعی، یه لحظه به من اجازه میدید ببخشید، آرامش خودتو داداش گلم حفظ کن. یه دقیقه بوسا حرف حساب دندون قاضی میشکونه، اگر حرف بی حساب میزنم بگیم بی حساب میزنی. شما همه حرفات حساب آقای زارعی، اما کدوم قانون، کدوم مدنیت، کدوم قانون اساسی گفته من اگر کلاب میخوام نمیتونم دین داشته باشم؟ آفرین. اینو گفته من دوست دارم برم کربلا، دوست دارم برم مکه، دوست دارم برم سوریه، دوست دارم برم مدینه، دوست دارم دوست دخترم داشته باشم، کلابم برم، عشق و حالم بکنم. این منافاتی با هم نداره به نظر من. الان منافات شاید میگم، من خیلی مسائل دینی رو وارد نیستم، ولی چون آقای مازیار گفتن خامنه ای مدینه، خامنه ای دین نیستم، تو قرآن گفته مشروبات الکلی حرام است. خوب دین گفته درست، قبول داری یا نداری؟ نمیتونی دین که خوبه قبول دارم، حرف شما رو قبول دارم، نه اینکه این مسئله رو قبول داشته باشم، و حرفی که الان شما داری میزنی که قرآن گفته رو قبول دارم. بله خدا پدرت رو، دین گفته نگاه به نامحرم حرامه. شما نمیتونی دوست دختر داشته باشی، شما فقط میتونی ازدواج کنی طبق سنت اسلام، یا قبول داری یا نداری. آقای زارعی شما ببین ما گول خود رو زدیم، من حرف درست میگم. آقا شما صحبت حرفش درسته، شما اصافه حرف کاکو درست. آقا بله درسته، کاملا درسته، من اعتقاد ندارم به این مسئله. نه شما اعتقاد نداری، پس وحی منزل نیست من همه بخشای دینو باید دوست داشته باشم. من همه بخشای دینو دوست ندارم. آخه مهدی اسلام دینی نیستش که دست تو رو باز بذاره بگی اینجاشو قبول دارم اونجاشو ندارم. نه هیچ کس الان ایمانه تو یا باید داشته باشی یا نداشته باشی. آقای مازیار یه لحظه اجازه بدید به من. کسایی که من تو این فضا هم دیدم و میتونم با ذکر مثالم بگم، خب ولی نمیگم چون حالا نمیخوام بگم، کسایی که دایعه دینداری بیشتری دارن خب و خیلی سینه خودشونو برای دین بیشتر جر میدن، خیلی رفتار بدتری رو دارن. بارک الله ما چهاردار میریزه رو هم فلان میکنه. بس آقا من یه بحث دیگه است، من جای کاری ندارم. آقا من مهدی، اون یه بحث دیگه است، کاری نداره. اون چیکار یه مسئله بگم، بین ما و او افرادی که شما داری میگی یه چیز حکم میکنه، فقط شمشیره. ولی شما و افراد مثل شما که از خودمون میدونیم، تو از خودمون ایرانی وطن پرست میدونیم تو، بله ما نمیتونیم یه بوم و دو هوا باشیم. من نمیتونم هم مسلمون باشم هم دختر بازی کنم. چرا؟ اسلام گفته بد یا خوب به من مربوط نیست. من بله. ولی الان بد یا خوب بالای 50% مردم ایران اینجوری انا همین بد یا خوبی که شما داری میگی. خب این به خاطر خاصیت قرن ماست و زمانه ماست. منم تو این قرن دارم زندگی میکنم. پدرانمون کورکورانه پذیرفتن، قرار نیست ما هم بپذیریم، بچه های ما هم بپذیرن. کورکورانه رکوع رفتن، کورکورانه مکه رفتن، بدون اینکه مکه میره برای چی؟
بدونه که بدونیم تو قرآن چه نوشته. قرآن دقیقاً میدونم کربلا برای چی رفتم. شما کربلا رفتی برای زیارت رفتی یا برای خرید رفتی یا برای اصلا رفتی آب و هوا عوض کنی، ولی زمانی که پاتو میذاری کربلا کسی نمیگه شما رفتی برای کلاب، میگن رفتی برای امام حسین اونجا زیارت. من گفتم رفتم برای کلاب. میری ببین، ما نمیتونیم مثل خامنه ای باشیم، ما مثل جنتی نیستیم، ما مثل شاهرودی نیستیم که به مردم میگه برین امام رضا دخیل ببندین خودش میره آلمان. نه ما اینجوری نیستیم، ما یه بومود و هوا نداریم، ما میمیریم ولی حرفمون سر حرفمون وای میسیم. آقای امام حسین زنجیر زدم، یعنی راه امام حسین پذیرفتم. آقای زاره، راه امام حسین چیزی نیست که الان تو مملکت من داره اجرا میشه. شاید هم یه بخشی ببین کاکو، یه برداشتی توی نسل جدید، من اصلا کار مخالفتی با حرف شما ندارم، دقیقا اسلام همونی که داریم میبینیم و همون شهیدیم و همون چیزی که تو خود قرآن اومده، یه برداشتی در نسل جدید که الان در ایران هست، مثل باقی جای دیگه دنیا، مثل مسیحیایی که در همه جای دنیا هستن، مثل همون یهودیایی که حتی تو خود اسرائیل هستن، ارتدوکس نیستن، میگن آقا من یک بخشی از دین رو، بخشای از دین که مخالف آزادی‌های شخصی نیست رو قبول می‌کنم، مثلا من یه مسلمان می‌بانم و ولی مشروبم می‌خورم، کلابم رو می‌رم. و این در ایران امروز هم جا افتاده بین نسل جدید، تازه خیلیش که اصلا دین گریزون و از دین بیزار و اینا رو که بماند، اون ادعایی هم که داریم ما می‌بینیم به عنوان دیندار الان داریم می‌بینیم، اون معنی دینداره دیگه 30 سال پیش و 20 سال پیش رو ندارن. خب حالا شما درست می‌فرمایید، ما قراره من... تو به این شکل جلو بریم. خب این بده کی... این بده این ریاکارانه است. کی جلوش می‌گیریم آقای مهدیره؟ قرار کی ما حداقل تا وقتی که این حکومت باشه نباید این رفتار رو داشته باشیم. ما اگر پس آزادی ایرانی رفتار رو داشته باشیم، میگیم آقا آزاده و آزادیه، ما حالا میخوام این برداشت رو از دین داشته باشم. بله نستاد اصلا کسی هم گوه میخواره میخواد به من بگه نه دیندار بودن اینجوریه یا اینجور نبودنه. خب ببین آقا مازیار، برداشت من نسبت به دین که هیچی، برداشت من نسبت به خود خدا هم شخصیه. برداشت من نسبت به خود خدا هم شخصیه. نه ببین آخه نه اصلا من تو رو نمیخوام به عنوان یه چیز بگم، من اگر مسلمان باشی تو نمیتونی یه برداشت خاصی داشته باشی. من مثلا من الان بخوام برم کربلا، کسی به من نمیگه تو چون مثلا موافق یا موافق حکومتی بیا، مخالف حکومتی نیا. یکی اونجا یه همچنین نه اون بحث یه چیز دیگه. من یه مطلبی بگم، ما حرفمون راست و پوست کردن آقا مهدی، من بدترین آدم آدمم ولی حرفمون همین هست که همین هست که هستم. من میگم من امام حسین قبول دارم. امام حسین دو تا هدف داشته، آزاد مردی و زیر بار زور نرفتن. اگر راه حسین پذیرفتم باید زیر بار زور نرفت نرم، باید هر جا دیدم به مسلمون دیگه حق مسلمونی پامال میشه جلوش بایستم یا دارم گول خودم میزنم. شما اگر به من بگی من خدا پرستم، کاری به مسائل دیگه ندارم، میگم دمت گرم، قدمت رو سرم. ولی اگر به من گفتی من مسلمونم ولی بعد بخوای کاری بکنی که میشی ابوبکر بغدادی که برای خودش تعریف از دین آورد، میشی مولا عمر که برای خودش تعریفی از دین، قرائتی از دین آورده، میشه خامنه ای که قرائتی از شیعه برای خودش درست کرده، قرائتی از دین که ببین آقای قرائت مطلقه فقیه. اما آقای زارعی شما ببین رفیق، شما داری منو توی منگنه ای قرار میدی. خب ما از پس پرده چیزی نمیدونیم هیچ کدوممون، شما داری منو توی منگنه ای قرار میدی. من شما تو منگنه قرار نمیدم، میگم اگر ما کلاب میخویم نمیتونیم دعایه حسین داشته باشیم. من چون کلاب بسیم نمیتونم به حسین خوش بدم که کاکو اصلا بحث سر این موضوع نبود. بذاریم سر سابجکت. هرکی کلاب بخواد باید بره به مثلا به فلان امام فوش بده. میشه یه دقیقه من زود صحبتمو کنم؟ بحث سر این بود که پول داشته باشی توی ایران. آقا تو پول داشته باشی، تو برای که صحبت الناز و اینا داشتید می‌کردید،
صحبت اینه که آقا توی ایران اگر کار نمی کنن پول هم ندارن. حالا چرا سطح بحث میاریم دوباره شخصیش میکنیم؟ نه بحث شخصی نیست، ما داریم بحث کلیه جامعه، بحث کلیه رو داریم میکنیم، بنام داریم کلی میگیم. تو ایران وقتی طرف کار نمی کنه پول نداره، ولی وقتی توی الناز من مازیار کار میکنم، من میتونم تعطیلاتم رو برم اسپانیا. الان پیج همین خانومو برید نگاه کنید، عکس گذاشته از اسپانیا، عکس گذاشته از این ور از اون ور. ببین حتی دوستای این خانوم که در ایران کار نمیکنن پول هم دارن، باباشون ماشینای خوب براشون خریده. در نهایت آخرش اینه که یه پاسپورت ندارن به راحتی بتونن از کشور خارج بشن. یعنی بخوام برم میتونه در حد ترکیه، امارات، مالزی اینجور جا سفر کنن. اگر مثلا الناز بخواد برگرده به دوستش برگرده بگه هی بچه ها مثلا شیوا، مهتاب، مهسا قرار بذاریم، ماه جولای میریم اسپانیا، اونا برمیگردن بهش میگن که الناز خاص امریکایی دستته، همه جا بخوای بریم میری سوار آفه ما میشی، بعد ما چجوری بلنشیم بیای، به این فکر کردی؟ بحث سر اینه که تو ایران کار نیست. این نیست اوکی درست. این که اگر کسی کار نمیکنه، اصلا ما نمیگیم، خود حکومت میگه کار، مشکل کار داریم، مشکل شغل. این که اگر بچه ها تو ایران آدم ها تو ایران مثلا به قولت الناز میگه کار نمیکنن، این نشوننده چیز خوبی نیست. حالا من نمیگم خوبه. من حالا زود بگم باید برم. اولا من اصلا طرفدار اون جمهوری از اولش هم گفتم نیستم. این یکو بذاریم کنار. دو این که من فقط داشتم میگفتم وقتی که اونجا بودم داشتم با چشای خودم چی میدیدم دور و برم. گفتم هم که کجا رفته بودم. و سه هم اینه که به هیچ که نمیخواستم جسارت کنم یا بدی مثلا عذابای کسی رو کوچیک کنم. شما نظرتو گفته بیام نداره. یه نفر میره تو اطلاعات کشته میشه، جسدش میدن بیرون، یه نفرم میره بهش خوش رفتاری میشه. بعد مهدی بهرامی رو میگه یعنی جابجا میکنی با بهرامی. بله من منتظر بودم سکوت بشه، خود الناز میخواد بره. بذار بهرامی میخواد بیاد بالا یه چیزی میخواد. من منتظر بودم سکوت بشه خدافظی کنم. ببخشید، خدا نگهداره. نه دوباره بیا آقای مهدی رد، پرونده شما رو من دوباره بخوام باز کنم. یقه وایسا الناز، الناز رفت میخواد بره، خیلی وقت بالا میخواست بره. بهرامی که کاری نداره، فقط میگه آره فنگی بنازه، میدونی بهرامی خودش که هیچی بلد نی، فقط میگرده بینه کی حرفی زده بده به قیرتی بازی در بیاره. آقای استاد مهدی رد کجا رفت؟